بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اتحادیه آمال منفعی افغانهای بی سی به مناسبت بزرگداشت از روز پر افتخار مادر برنامه های جالب موسیقی، سرگرمی، ورزش، کاغذ پرانبازی و همچنان مراسم قفل نمودن کیک و اهدای هدایا به مادران عزیز را برای شما هموطنان گرامی تدارک دیده است. این برنامه در صورت مساعدت هوا روز یک شنبه دهم ماه می از ساعت 11 صبح در بیرگریت پارک واقع تقاطع 88 اونیو و کینگ جورج هایوی شهر سوری برگزار خواهد شد. غذاهای متنوع افغانی موجود است. لطفاً به خاطر پشتیبانی از اتحادیه خودتان و به احترام از روز مادر از آوردن غذا خودداری کنید. اشتراک شما در این محفل ارج‌گذاری به مقام والای مادر است. اگر بالم شکسته دهانم را ببسته و اگر دیو زمانه سر راهم نشسته نه دلگیرم نه خسته زهر بندم گسسته با زندانم نسازم منم زخم زبانم
نسل آتش و دودم خبردار که عمر مرگ آزمودم خبردار به ارمانم به چشم بد نبینی که من آتش که من دودم خبردار بهترین و شیرین ترین لحظات زندگیتان را با کاروان استودیو به یاد ماندنی سازید. کاروان استودیو با کادر مجرب آماده فیلم برداری و عکاسی از مراسم عروسی، روز تولد و محافل با بکارگیری بهترین و پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات فیلم برداری و عکاسی همراه با شرایط مناسب و نرخ مطلوب می باشد. فیلمبرداری و عکاسی از مجالس خانم ها توسط فیلمبردار و عکاس خانم ساخت متفاوت ترین کلیپ های استودیویی یا فضای سبز با کیفیت فول اچ دی تهیه زیباترین آلبوم های ایتالیایی یا فوتو بوک تهیه و ترتیب انواع اعلانات و تبلیغات تجاری آماده سازی و تحویل ویدیوهای شما به صورت DVD یا بلوری. جهت دریافت معلومات بیشتر با حبیب حبیبزاده در کاروان استودیو به شماره تلفن 604-710-66-62 در تماس شوید.
خانم و برادر بسیار عزیز، مجلس ختم و اعتراف داره که امروز ما شما برگزار کردیم به مناسبت شهادت دوشیزه فرخنده بود، البته همو دختر دعوتگری که واقعا برای از میان بردن خرافات و جهلی که متاسفانه در کشور هست مظلومانه شهید شد و قرار است که بعد از اعتراف دعا یک نماز جنازه غایبانم داشته باشیم. لطف کنید وقتی که دعا میگه پارا خلاص کنیم و بیرون تشریف بذاریم که با امامت جناب استاد هم جنازه غایبانه ادا میشه و هم دعای ختم قرآن از اینشان جناب محترم استاد سیرت انجام میدن. ما از جناب استاد خواهش میکنم که دعا را انجام بدن و بعدا نماز جنازه غایبانه را انشاءالله در خداوند خواست ما شما انجام میدیم. استاد محترم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربي اجعل القرآن الكريم نورا لأبصارنا واجعل القرآن الكريم نورا لنا على الصراط واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا يا رب العالمين. خداوند ختم قرآن پاک با
به درگاه خود قبول بفرمایارم. خداوندا ثواب این ختم قرآن پاک به ارواح همه پیامبران اسلام صلی الله علیهم اجمعین و به ارواح خلفای راشدین و صحابه کرام و تابعین و تبع تابعین و همه مرده های مسلمانان که قبلا از این دنیای فانی رحلت کردند و به ارواح شهدای گلگون کفن افغانستان، خصوصا به روح پرنور دوشیزه فرخنده که مظلومانه به قتل رسید و به روح پرنور ای دوشیزه افغان، ای خواهر ما که حافظ قرآن بود و دعوتگر بود و به بسیار به شکل ظالمانه ای را به شهادت رساندن، به روح ای خواهر عزیز ما تقدیم می داریم. خداوندا قبول بفرمای یا رب. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. برادرای عزیز، لطفاً به بیرون از مسجد تشریف برین. صلات غایب به روح دوشیزه فرخنده ادا میشه. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده و الصلاة والسلام على من لا نبی بعده. خواهران و برادران بسیار عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوالی که در رابطه به شهادت دوشیزه فرخنده از ما انجام شده، نظر بنده در رابطه به شهادت دخت گرامی و ای شهید راه دعوت و زدودن خرافات است که متاسفانه شهادت موصوفه در چارچوب مسائل اسلامی نمی گنجه، در چارچوب مسائل انسانی نمی گنجه. شما به هر دین و آیین و کشی که مراجعه بکنین این محکوم است و قابل تایید نیست، به ویژه در دین مبارک اسلام که ما مؤمن به یک کتاب مبارک هستیم که بارها در قرآن از قتل ناحق و از قتل که او مستمسکی از او متاسفانه جز اتهام و دروغ بوده باشه ما را آگاه می سازه قرآن مبارک که پرهیز بکنید، و میگه که قرآن مبارک که قتل یک انسان مشابه قتل کل انسان ها هسته. پس این وظیفه ما مسلمان ها بود که وقتی که ما دیدیم که یک دختر مظلوم مورد اتهام قرار گرفت و تهمت قرار گرفت، باید ازش دفاع میکردن و نمیگذاشتن که مظلومانه توسط دی از اوباش و رازلی که کوچکترین آگاهی و دانش از اسلام نداشتن مظلومانه به شهادت رسید. قرآن مبارک به صراحت بر ما مسلمان ها میگه که وقتی که اینجا اکن فاسق بنبین فتبینو، وقتی که خبری به شما میرسه، یک فاسقی خبری را میرسونه، کار اولی که ما باید بکنیم تحقیق و پژوهش در مورد از او خبر است، نه ای که ما آنن دنبال قضیه بریم و صدمه برسانیم. چرا در ادامه ای آیه مبارکه خدای متعال میگه نشه که شما یک تصمیمی بگیرین که از اثر این تصمیم شما یک انسانی، یک گروه، یک جماعتی خساره ببینه. و جای دیگه همین قرآن مبارک میگه که کسی به این قرآن کفر میورزه، ایانت میکنه، یکفر بها و یستحزه بها. وظیفه ما مسلمان ها چیست؟ ما مسلمان وظیفه ما نهی است که بر یک مدتی از کنار از دور میشیم
و میگذاریم که از این صحبتی که ناشایستش به اصطلاح پرهیز بکنه و بعد میایم امر به معروف و نهی از منکر میکنیم و دقل بر از این میفهمانیم که مسائل اسلامی را باید از طریق امر به معروف و نهی عن المنکر است، نه که ما خدای ناخواسته از طریق خشونت و ظلم و قوی فیزیکی اصلا جای نداره در دین مبارک اسلام. از دیدگاه اسلام این قتل مردود است و این جای در دین نداره، اما متاسفانه یک گده دشمنای که اونا متاسفانه شکار تندروی میشن، تندروایی که متاسفانه دین را درست درک نمیکنه، ناآگاهانه به دین صدمه میزنن. اما یک گده دیگه هست که آگاهانه دین را صدمه میزنن. اسلام امروز به عنوان یک آیین ریایی بخش متاسفانه مورد بیمهری قرار گرفته، هم از طریق دشمنایش، هم از طریق یک گیده دوستای ناهاگا که هیچ کوچکترین متاسفانه آگاهی دینی ندارند. پس به یه اساس ما میبینیم که اردوی از اینا، همی تندروایی که در دفاع از دین استاد شدن، همی دنسیتیزایی که دین را مورد بیمهری قرار دادن و مسلمان ها را میکوبند، اردوی از اینا در حقیقت دشمنی میورزن به دین. یکی از نایی ازی که ما با این دین اعتقاد دارم و یک گروه دیگه که اصلا وظیفه از اونایی که در سنگری نشستن و در یک دنجی به اصطلاح آرامیدن و مصروف هستن چگونه بتانن که یک صدمه ای به مسلمان ها برسانن. ما به عنوان یک مسلمان وظیفه خود میدانم که این عمل را تقبیح میکنم. این عمل عمل انسانی نبود، عمل اسلامی نبود، عمل اخلاقی نبود، هیچ جای در دین مبارک اسلام نداره و هیچ کس هم نمیتونه که این عمل شنی را به دین و قرآن نسبت بده. فقط صحبت ما همی بود و اخیر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله. بله، السلام علیکم. امروز یک شنبه پنجم ماه اپریل، یک تعداد از افغانای ونکوور به مصلای شهر برنابی جمع شده بودند که یک اتحاف دعا و ختم قرآن عظیمشان و مناسبت شهادت مظلومانه فرخنده شهید که در چند روز قبل همگی خبر دارند که به شکل ظالمانه و بیرحمانه از طرف یک تعداد عناصر ارازل و اوباش و ولگرد کابل با استفاده از خرافات به نام دین و شهادت رسید. البته ما فقط اینجا بر روی مرحومه دعا کردیم، ختم قرآن عظیمشان بود، بعد از او هم یک نماز جنازه غایبانه صورت گرفت. خداوند اجر و ثوابش به ارواح از اونا و به همه رفتگان مسلمانان افغانستان برسانه. دیگه همچنان ما همگی کسایی که در اینجا بودیم این عمل وحشیانه را به شدیدترین الفاظش تقبیه میکنیم و امیدوار استیم که دولت افغانستان بتانه که محرکین این حادثه را، مسببینش و حتی کسانی را که حاضرین و ناظرینی بودن که هیچ کار نکردن و کسانی را که بعدن از این خرافات که در زیر پوشش دین صورت گرفت و جان یک بیگناه را به وحشیانت ترین شکلش ازش گرفتن، از همه از اونا بازخواست کنه و همه ایشان به کیفر اعمالشان برسانه و شمول کسانی که از این دفاع کردن. تشکر. شهید بی گناه بودی تو، مظلوم خدا بودی. شهید بی گناه بودی تو، مظلوم خدا بودی. میان سنگ ها بودی، به دشت کربلا بودی. میان سنگ ها بودی، به دشت کربلا بودی. حجاب را به حجاب کردن، مسلمان را کباب کردن. حجاب را به حجاب کردن، مسلمان را کباب کردن. قرآن را در عذاب کردن، قرآن را در عذاب کردن. قرآن را در عذاب کردن،
قرآن را در عذاب کردن. ببین فرخنده ایمان داشت نماننده تو یک جان داشت، ببین فرخنده ایمان داشت نماننده تو یک جان داشت. حجاب چون مسلمان داشت، حجاب چون مسلمان داشت، حجاب چون مسلمان داشت، حجاب چون مسلمان داشت. شهید بی گناه بودی تو، مظلوم خدا بودی، شهید بی گناه بودی تو، مظلوم خدا بودی، تو مهمان خدا کشتی، شهید بی گناه کشتی، تو مهمان خدا کشتی، شهید بی گناه کشتی، تو بانوی تباه کردی، تو اعمالت سیاه کردی، تو بانوی تباه کردی، تو اعمالت سیاه کردی، با پیش آن خدا 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 کردی. تو هم دیدی که انسان بود، صدای الله آزان بود، تو هم دیدی که انسان بود، صدای الله آزان بود، بلب خواندن قرآن بود، بلب خواندن قرآن بود، بلب خواندن قرآن بود، بلب خواندن قرآن بود. شهید در وقت آزان شد، ندای جان و جانان شد، شهید در وقت آزان شد، ندای جان و جانان شد، با آتش جان انسان 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 شد. چی سنگ بر سرش آمد، فرشته در برش آمد، چی سنگ در سرش آمد، فرشته در برش آمد، یزیدان بر سرش آمد، یزیدان بر سرش آمد، یزیدان بر سرش آمد، یزیدان بر سرش آمد. بیا نور دعا گویم، عدالت از خدا جویم، بیا نور دعا گویم، عدالت از خدا جویم، قضاوت از کیها جویم، قضاوت از کیها جویم، قضاوت از کیها جویم، قضاوت از کیها جویم. شهید بی گناه بودی تو، مظلوم خدا بودی، شهید بی گناه بودی تو، مظلوم خدا بودی، میان سنگ ها بودی، بدشت کربلا بودی، میان سنگ ها بودی، بدشت کربلا بودی. بینندگان عزیز تلویزیون کاروان سلام. اگر به خاطر داشته باشید، من در هفته گذشته درباره
دو نوع دیگر مردمی که به کانادا میتونن به عنوان مقیم دائم حق مهاجرت بگیرن و تشریف بیارن صحبت کردم. یکی از این دو راه کارگران ماهر یا افراد متخصص بودن که از طریق دولت فدرال به کانادا می آمدن و یک گروه دیگه گروه سرمایه گذاران. امروز دنبال این گروه سرمایه گذاران رو ادامه میدم، یعنی سرمایه گذارانی که میتونن از طریق دولت فدرال به کانادا بیان، زیرا که چنان که من بعداً به شما توضیح خواهم داد کسانی هم هستن که از طریق برنامه های دولت های ایالتی یا provincial governments بتونن به کانادا بیان و اینجا سرمایه گذاری بکنن. یک راه دیگری که برای آمدن به کانادا وجود دارد و باز هم از طریق سرمایه گذاری انجام می شود و از طریق دولت فدرال، اسمش هست استارتاپ ویزا. برای این کار خوشبختانه کسی که می خواهد به کانادا مهاجرت بکند نباید از خودش سرمایه گذاری بکند. این راه برای جوانان ما خیلی خیلی مفید است که من الان توضیح می دم. یعنی اگر یک کسی، مخصوصا جوانان ما که ما میبینیم در افغانستان الان خیلی طرح‌های جالب دارن، خیلی طرح‌های ابتکاری دارن، اگر بتوانند یک ایده یا یک برنامه یا یک ابتکار خاصی داشته باشند که بتونن نشان بدن به یکی از سازمان‌های سرمایه‌گذاری داخل کانادا که من یک همچون فکر بیزنسی دارم و اگر این فکر رو بیارم در کانادا پیاده کنم ممکن هست که به منفعت اقتصادی کانادا تمام بشه و همچنان برای شرکت شما منافعی به بار بیاره. در اینجا چند گروه هستن که دولت کانادا تعیین کرده و بهشان اجازه داده که سرمایه گذاری بکنن. منتها اول چنان که عرض کردم شخصی که در خارج هست با این سازمان ها تماس میگیره و طرحش ارائه میده باید زبان انگلیسی بدانه و طبیعتاً باید تحصیلات دانشگاهی داشته باشه و بعد این سازمان ها یکیشون ممکن است تا 70,000 دلار برای یک بزنس یا یک سرمایه کوچیک سرمایه گذاری بکنه و یکی دیگه تا 200,000 دلار. و خوبی این کار این هست که وقتی کسی مهاجرت کرد تحت این عنوان، اگر این بزنس بعداً ورشکست بشه یا خدای نخواسته منفعت حاصل نکنه، این دلیل نمیشه که شخصی که مهاجرت کرده باید خاک کانادا رو ترک بکنه، در حالی که در بعضی از بزنس های دیگه هست که زمان تعیین میکنن که اگر شما ظرف 2 سال یا 3 سال تانستین بزنس را بندازین میتونین بمانین، اگر نتانستین باید از کانادا برین. ولی این خیلی خوبه که اولا از جیب خود هیچ سرمایه گذاری نمیکنه شخص و ثانیا اگر بزنس مفید واقع نشود مجبور نیست که خاک کانادا رو ترک بکنه. باز هم این شخص میتونه با همسر و فرزندان زیر 19 سالش به کانادا مهاجرت کنه، منتها باید یک مقدار پول داشته باشه که وقتی وارد کانادا میشه بتونه زندگی خودش و خانوادهش تأمین بکنه. اگر کسانی هستن در بین هموطنان ما یا همزبانان ما که قوه ابتکار دارن و طرح‌ها و برنامه‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری دارن و برای بیزنس، من اونا رو تشویق می‌کنم که لطفاً از طریق این برنامه‌ها اقدام بکنن. باز هم برای آمدن به کانادا یادمون باشد که سابقه پلیسی باید که چک بشه و همچنان شخص باید برای آزمایشات پزشکی یا مدیکل چکاپ بره که هم سالم باشه و هم خدای نخواسته از لحاظ جنایی سابقه نداشته باشه. یک گروه دیگه هستن که اینها هم به عنوان تحت عنوان سرمایه گذار نام میشن، یاد میشن که میتونن تشریف بیارن به کانادا و این به نام سلف امپلوید هست، یعنی کسی که برای خودش کار آفرینی میکنه یا شغل آفرینی میکنه. اینها در 3 گروه تقسیم میشن. یکی گروه فرهنگی و هنری است، دوم گروه ورزشی است و سوم گروه کشاورزی یا
مزرع داری و باغداری یا به قول خودمان زارعین. گروه اول که مربوط به هنر و فرهنگ میشه باید نشان بدن که 2 سال کامل در مدت 5 سال قبل از اینکه تقاضایشون از تاریخی که تقاضایشون میدن 5 سال قبل از اون 2 سال به صورت فول تایم برای خودشان کار کرده باشن یا بزنس خودشان داشته باشن و یا 2 سال در زمینه هنری و فرهنگی در سطح بین المللی فعالیت داشته باشند یا 1 سال برای خودشان کار کرده باشند در ظرف 5 سال گذشته و 1 سال در سطح بین المللی فعالیت داشته باشند. اینا میتونن که تقاضای مهاجرت بکنن به کانادا و البته پولی برای اینکه مخارج خودشون رو در آغاز زندگی بپردازن با خودشون بیارن اینجا. دیگه سرمایه گذاری برای اینا لازم نیست به شرط اینکه بتونن ثابت کنن که بعد از اینکه به کانادا آمدن میتونن روی پای خودشان بیستن و میتونن که زندگی خودشان پیش ببرن و در این حال از لحاظ فرهنگی و هنری منفعتی هم برای کانادا داشته باشه. یکی دیگر ورزشکاران هستن یا کسانی که در زمینه ورزش کار میکنن، مثل کی؟ مثل معلمان ورزش یا کوچ، یا کسانی که داور هستن یا رفری، یعنی کسانی که در سطح بین المللی شناخته شده باشن که در این 2 زمینه کار میکنن. خوشبختانه اخیراً در زمینه ورزش ما میدونیم که در وطن عزیز ما پیشرفت‌های خیلی زیادی پیش آمده و احتمال این هست که بعضی از ورزشکاران اگر بخواهند اقامت دائم کانادا را بگیرن ممکن هست که بتونن حائز این شرایط باشن که به کانادا مهاجرت کنه. و گروه سوم کشاورزان هستند یا زارعین. کسی که از این طریق تقاضای اقامت به کانادا میده باید نشان بده که حداقل 2 سال مدیریت یک مزرعه یا یک باغداری رو بر عهده داشته، خودش منیجر این کار بوده، در این زمینه تجربه کافی داره و مقدار پول هم داره که بتونه بعد از ورود به کانادا یک مزرعه رو بخره، به شرط اینکه اراده این رو داشته باشه که اون مزرعه رو به کار بندازه و توانایی این رو داشته باشه که اون مزرعه رو به کار بندازه و خودش در واقع باید مدیریت یا منیجمنت اون مزرعه رو بر عهده بگیره. تایم پروسس یا زمانی که ببخشید این برنامه ها طول میکشه یا درخواست در این زمینه طول میکشه متاسفانه طولانی است و همچنان که من عرض کردم اگر کسانی علاقمند هستن لطفاً باید با یک وکیل ایمیگریشن یا کانسلتنت ایمیگریشن صحبت کنن و از این طریق بتونن که ویزای اقامت کانادا رو اگر دارای همه شرایط باشن به دست بیارن و برای ادامه زندگی به کانادا تشریف بیارن. باز هم به من اشاره کردن که وقت من تمام شده، ببخشید من خیلی با سرعت حرف میزنم زیرا که وقت معمولا خیلی فشرده هست و من از روحم نمیخونم، بیشتر از حافظه با کمک این یادداشتا صحبت میکنم، ممکن هست که اشتباهی روی دهد، به همین دلیل میگم که حتما اگر کیس یا موضوع خاصی رو میخواین صحبت کنین یا لطفاً از نزدیک با خود من صحبت کنین یا با یک کانسلتنت یا وکیل ایمیگریشن. روز شما خوش. هفته آینده دوباره دنبال این برنامه را خواهم گرفت. خدا نگهدار. عاشقانه میخوانم از گل روی ماه،
خوشش میاره، بوی خوشش میاره، با دعای پرشان بوی خوشش میاره، بوی خوشش میاره. آهنگ آوازه و رنگ خدایی داره، آهنگ آوازه و رنگ خدایی داره، شاید که قلب پاکش نور الهی داره، به هر طرز نگاهش پنهان کرده حیاره. آخر جدایی داره، آخر جدایی داره، با بسته زمان است، آخر جدایی داره، آخر جدایی داره. سرزمین قطغن، سرزمین قطغن، شهر پر از ستاره، می نوازد آهنگش، می نوازد آهنگش، دلهای عاشقاره، عاشقانه می خوانه از گل روی ماهش. بادهای پرشان بوی خوشش میاره، بوی خوشش میاره، بادهای پرشان بوی خوشش میاره، بوی خوشش میاره. چوری هایش صوت قناری داره، شرنگ چوری هایش صوت قناری داره، سبای جامع لبش رنگ اناری داره، وقت به خواب میایم هوا هوایی میشو. مثل بنفش هزاران بوی بهاری داره، بوی بهاری داره، مثل بنفش هزاران بوی بهاری داره، بوی بهاری داره. سرزمین قطغن، سرزمین قطغن، شهر پر از ستاره، می نوازد آهنگش، می نوازد آهنگش، دلهای عاشقاره، عاشقانه می خوانم از گل روی ماهش. بادهای پرشان بوی خوشش میاره، بوی خوشش میاره، بادهای پرشان بوی خوشش میاره، بوی خوشش میاره. بهترین و شیرین‌ترین لحظات زندگیتان را با کاروان استودیو به یاد ماندنی سازید. کاروان استودیو با کادر مجرب آماده فیلم برداری و عکاسی از مراسم عروسی، روز تولد و محافل با بکارگیری بهترین و پیشرفته ترین امکانات و تجهیزات فیلم برداری و عکاسی همراه با شرایط مناسب و نرخ مطلوب می باشد.
فیلمبرداری و عکاسی از مجالس خانم ها توسط فیلمبردار و عکاس خانم. ساخت متفاوت ترین کلیپ های استریویی یا فضای سبز با کیفیت فول HD. تهیه زیباترین آلبوم های ایتالیایی یا فوتوبوک. تهیه و ترتیب انواع اعلانات و تبلیغات تجاری. آماده سازی و تحویل ویدیوهای شما به صورت DVD یا بلوری. جهت دریافت معلومات بیشتر با حبیب حبیبزاده در کاروان استودیو به شماره تلفن 604 710 66 62 در تماس شوید.